آخر زمان بنا به تعبیرها و تفسیرهای اصولگرایانه از شیعه اسلام و بعد دیگر این مشروعیت در واقع انتخاباتی است که ما مشاهده می‌کنیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از عوامل مشروعیت بخش نظام حاکم شناخته می‌شود. با توجه به همه این توضیحاتی که عرض کردم، ملاحظه می‌کنیم که دولت این حق رو هم برای خود به رسمیت می‌شناسد که هویت ملی رو هم تعریف بکند. لذا هویت ملی، دینی و سیاسی همینطور که عرض کردم همگی یکی هستند و همین عرصه رو فراهم می‌آورد برای اتهامات وارد به اقلیت‌های مذهبی همگی به طور عام و بهائیان به طور اخص. و ما سه اتهام رو همواره مشاهده می‌کنید. این سه اتهام عبارتند از جاسوسی برای اسرائیل، اقدام علیه امنیت ملی کشور و همینطور توهین به مقدسات اسلامی. خانم ریاضتی، ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم، چرا همیشه بهائیان رو نه به خاطر دینشون محکوم میکنند؟ همیشه همطوری که شما فرمودید محکومیت بهائیان به دلایل سیاسی همیشه ارائه میشه. بله، کاملا درسته. من این مطلب رو میخوام همینجا عرض بکنم. ما در یک طرف در واقع این جریانات موقعیت نظام حاکم رو داریم که چطور خود رو تعریف میکنند، خود رو به عنوان یک نظام دینی، یک نظام سیاسی و یک نظام ملی تعریف می‌کنند. بنابراین ملی، سیاسی و دینی هر سه از یک معنا برخوردار می‌شوند بنابراین تعاریف. از طرف دیگر باید به این مطلب توجه کرد که بهایان خود رو چگونه تعریف می‌کنند. بهایان هویت خود رو چگونه تعریف می‌کنند. بهایان خود رو به عنوان ایرانی، بهایان ساکن ایران خود رو به عنوان ایرانی و بخشی از ملت ایران میشناسن، یک بارچه در بدنه ملت ایران خود رو مشاهده میکنن. بنابراین از نظر ملی اونها خود رو بخشی از ملت ایران میشناسن. از نظر دینی اینها به کسی ایمان دارند یا به دیانتی ایمان دارند که بیشتر از 160 سال پیش از ایران برخواسته و این دیانت رو به عنوان یک دیانتی مستقل از اسلام و بعد از اسلام مشاهده می‌کنند و خود رو در رده یکی از ادیان جهانی و برابر با سایر ادیان جهانی از جمله اسلام، مسیحیت، یهودیت و غیره می‌شناسند. چنین دیدگاهی که دیانت بهائی در ارتباط با خود دارد و همینطور دیدگاهی که این گروه یعنی بهائیان در ارتباط با خودشون دارند، یک تهدید اساسی به شمار میاد برای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران. یعنی این گونه که بهائیان هویت خود رو میبینند، از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران اینها تهدید به شمار میآیند. برای همین هم هست ما مشاهده میکنیم که همواره بهایان رو نه به عنوان پیروان یک دین بلکه به عنوان پیروان یک فرقه گمراه یا به اصطلاح فرقه ظالم معرفی میکنن، نه به عنوان پیروان یک دین. سایر اقلیت های مذهبی در ایران از این حیث برای دولت تهدید به شمار نمیآیند، به جهت اینکه اینها رو به عنوان اهل کتاب میشناسند، به جهت اینکه اسامی این ادیان در قرآن مجید آمده است و علت این هم این بوده است که این ادیان پیش از ظهور اسلام وجود داشتن. بنابراین تبعیضاتی علیه این در واقع پیروان ادیان روا داشته می شود، اما نه به صورتی که علیه بهائیان روا می دارند، به جهت اینکه بهائیان به هیچ عنوان در قرآن مجید نام اونها علنا نیامده، نام این دیانت ذکر نشده، اینها را اهل کتاب نمی شناسند. و ما ملاحظه می‌کنیم در ماده 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صریحاً بهائیان رو در واقع از تحت حمایت قانون اساسی کشور طرد می‌کنند، ذکر می‌کنند که ادیان رسمی کشور شامل اسلام به عنوان دین رسمی دولت و کشور، مسیحیت، یهودیت و دیانت زرتشتی است. پس اگر من درست برداشت کرده باشم، علت اصلی این
بحران هویت در نظام کنونی ایران ما این هست که هویت دینی و هویت سیاسی هر دو یکی شده. بله، کاملا صحیح هست. در اینجا یک نکته ضروری رو باید ذکر بکنم و آن این است که در تمامی متون وحیانی یا متونی که برای بهائیان عنوان متون مقدس به شمار می آیند، دولت از نظر حقوقی به رسمیت شناخته می شود. به عنوان مثال پیام‌آور آیین بهائی در یکی از نوشته های خود می گوید که این حزب در مملکت هر دولتی ساکن باشند باید به امانت و صداقت و وفا با آن دولت رفتار نمایند. امید آنکه از توجهات مظاهر قدرت حق جل جلاله سلاح عالم به اصلاح تبدیل شود. این مورد و از این قبیل در نوشته های بهایی بسیار دیده می شود و اون به این معناست که بهایان در هر سرزمینی که ساکن باشند، در هر کشوری که ساکن باشند، در نهایت احترام نسبت به دولت خود رفتار می کنند و این که می گوییم دولت از نظر حقوقی به رسمیت شناخته می شود به این معناست که کسی که بهایان به او به عنوان پیام‌آور الهی خود معتقدند به آنها این اجازه را نداده است که برای ابلاغ دین خود و یا برای بهتر کردن وضعیت کشور و یا مملکتی که در اون زندگی میکنند به خشونت علیه دولت بپردازند و بخواهند اون را سرنگون بکنند. این به معنی این نیست البته که بهایان با اساس ظلم و بی‌عدالتی در کشورهایی که در اونها زندگی میکنند موافقند. این فقط به این معنی است که با خشونت و با جنگ و اونطور که مفسرین فقه کلاسیک اصولگرایان شیعه از اون به عنوان جهاد مقدس در دیانت خودشون تعبیر و تبیین میکنن در این دیانت وجود ندارد. و چند تعلیم هستن در این دیانت که این تعلیم هم در واقع توجه به اونها به عنوان یک تهدید علیه نظام حاکم بر ایران شمرده میشن. از جمله اونها محو حکم جهاد، منع حکم جهاد و همینطور نبود هر گونه مرجع تقلید هست. درست. در دیانت بهایی و عدم جواز اینکه ملایان و یا اهل حوزه بخواهند دست به سیاست و حاکمیت برانند. این گونه تعالیم و همینطور مثلا تعلیم اینکه جهان نیازمند یک نظم نوینی است که در آن تمامی انسان‌ها فارغ از دینداری یا بیدینی خود باید از حقوق برابر برخوردار باشند. چون این دیدگاه‌هایی که در واقع دیدگاه‌های جهان وطنی هستند علاوه بر وطن دوستی، این گونه تعالیم هم به عنوان تهدیدی علیه در واقع دیدگاه‌های محدود و کوتاه نظرانه هر گونه نظام دینی می توانند شناخته بشوند و نمونه فعلی اون نظام حاکم بر ایران هست. خانم ریاضتی، شما در صحبتاتون اشاره فرمودید